درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان امروز یه دونه پست گذاشتم توی پیج اینستاگرامم، نحوه سود 33% روز شمار بانک زراعت را توضیح دادم. البته خب شما اول باید تو بانک زراعت حساب باز کنید، بعد به راحتی میبینید توی همون پنلتون هر مقدار پول دارید و میتونید سپرده کنید یا بخشیش رو سپرده کنید. گزینه‌های مختلفی داره، البته اونجا خیلی نشد توضیح بدم چون ویدیوها کوتاهه، توضیح تکمیلی رو اینجا خدمتتون میگم. ببینید شما به راحتی حتی یک روز هم میتونید پولتون رو بذارید و سود بگیرید، یعنی از یک روز تا 730 روز پولتون رو میذارید سود میگیرید. من توی این مثالی که زدم یک ماهه گذاشتم و خب یک ماهه 33% سود میده. هر چقدر هم تعداد روزتون بالاتر بره سودش هم بیشتر میشه، اینم خدمتتون بگم. یعنی اگه من 31 روز بذاشتم بهتر از این که 30 روز بگذارم. حالا یه سری ویدیو داشتم درست میکردم گذاشتم دیگه، ولی بهتر بود که 31 روز بذارم، چند درصد سودم مجدداً بیشتر میشد. حالا در هر حال غیر از این که پول لیر میتونید بذارید و سود بگیرید، به یورو و دلار هم میتونید بذارید و سود بگیرید، یعنی اون هم یه بخش دیگه است. حتی طلا هم میتونید بذارید و سود بگیرید. خب وقتی که پنلتون رو میسازید، یعنی پنلتون ساخته میشه تو بانک زراعت، دیگه کار تمامه. حالا برای این ساخت پنل شما باید یه حساب باز کنید. فقط مشکلش اینجاست که برای باز کردن حساب حتما باید حضوری بیاید ترکیه. البته خب به راحتی هم حساب باز نمیکنن ترکیه، یعنی شما هر کسی مراجعه کنه با پاسپورت اینجوری نیستش که به راحتی براش باز بکنن، ولی خب ما آشنا داریم، از طریق اون آشنامون میتونید به راحتی باز بکنید. کارتون یک ساعت بیشتر طول نمیکشه، اگر نه خب خودتون نمیتونید به این راحتی باز کنید. تو شهرهای کوچیک هم معمولا باز نمیکنن، فقط توی استانبول باز تشریف بیارید. اگر اومدید میتونید با ما هماهنگ کنید. اینجا ما دوستان داریم توی بانک زراعت که یک ساعته برای شما حساب باز میکنن. بعد خب شما به راحتی میتونید توی ایران وام بگیرید. حالا مثلا اگر که توی ایران شما وام میگیرید بایستی بهره 20% بدید، اونجا وامتون رو بگیرید 20% به بانک ایران سود میدید، بعد میذارید تو بانک ترکیه 33% اینجا سود میگیرید، اینجا 13% به نفعتون میشه. حالا اگر که بهره های بانک ایران بالاتر باشه خب این نمیصرفه، ولی چیزی که من یادمه توی ایران اینقدر سود بانکی نمیدند. یعنی تو ایران وقتی بخوای وام بگیری شاید مثلا 24% و 25% و اینا مثلا که وام میدادن موقع، باز 24% هم که بگیرید رو 33% اینجا بوده 10% به نفعتونه. بانک زراعت هم که دیگه بانک معتبره، یعنی معتبرترین بانک ترکیه شاید هم زراعت باشه، بخاطر اینکه بانک دولتی شونه، یعنی از این نظرم شما نگرانی نباید داشته باشید. فقط بس بیانید استانبول حساب باز کنی، حساب به اسم خودتونه، به نام خودتونه، حتی روش میتونید حسابای بین المللی هم بگیرید، یعنی ویزا کارت و مستر کارت هم میتونید بگیرید، هم به صورت فیزیکی بهتون میدن هم به صورت ویرچوال بهتون میدن، یعنی به صورت مجازی هم مستر کارت میتونید داشته باشید. اینها دیگه در حال مزایاییه که با باز کردن یک حساب تو بانک زراعت میتونید داشته باشید، که در حال من میتونم کمکتون بکنم که این کار را انجام بدید. و خب حالا در حال این هم یک روشیه دیگه. حالا دوستانی هم که تو ترکیه تشریف دارن و اگر تا حالا اینا نمیدونستن که میتونن همون پولی که دارن رو به این صورت سپرده بکنن، حالا تو حسابای متفاوت، حالا یکشو مثلا 30 روزه سپرده کنید، یکشو 60 روزه، یکشو 90 روزه، که اینجوری بهتره، خاطر اینکه اگه مثلا شما نیاز پیدا کردین بعد از یک ماه به پولتون، بخشی از اون پول آزاد میشه، میتونید برداشت بکنید با سودش، بعد بخش دیگهش میره برای 60 روز، بخشش میره برای 90 روز، و همینجوری میتونید به صورت پلکانی این کار رو انجام بدید. وقتی که حساب رو باز کردید اگه تشریف بردید ایران، دیگه نمیخواد بیاین ترکیه این کار رو انجام بدید، با همون گوشی موبایلتون به راحتی از ایران میتونید چیکار کنید، هر مثلا هر یک ماه یه بار، دو ماه یه بار، هر موقع خواستین این کار انجام بدید. پولم بخواین بریزین به حساب بانک زراعتتون خیلی راحت از طریق صرافیه تو ایران، شماره حساب خودتونه دیگه، شماره حساب خودتون رو میدید، اون صرافیه حالا به صورت لیر، دلار، یورو، هر چیزی که هستش و علاقمند بودید، پول رو براتون انتقال میده، میرزه توی این حساب. در های روشی اگر دوستانی علاقه دارن که بیشتر از بانک های ایران سود دریافت بکنن، من فکر میکنم که این سود بهتری داره میده و در حال میتونید این کارم انجام بدید. ممنونم از شما، منتظر نظراتتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.